همراه هستیم با آزاده دواجی، فعال حقوق بشر و زنان که از ملبورن همراه ما هستن. خانم دواجی، به نظر میرسه که دولت آمار مدارس فرسوده رو کمتر از حد واقعی، اون حدی که در واقع هست، اعلام میکنه. فکر میکنین دلیلش چه میتونه باشه؟ درود به شما. خب این در واقع اعلام کردن آمار کمتر از اون چیزی که هست، در واقع به نوعی میخواد اعلام کنه که خب مدارس اونجوری هم که داره تبلیغ میشه در واقع خطرناک نیستن و داره سعی میکنه که از اعتراضات معلمان از یک طرف و اعتراضات خانواده های این بچه ها جلوگیری کنه که خودش یه امر مهمی هستش و از سوی دیگر نشون بده که بودجه های خودش رو صرف آماده سازی مدارس میکنه و آمارهای نشون داده در اون حد در واقع بد نیستن. از سوی دیگر خب این باعث میشه که وقت بیشتری برای خودش بخره و در واقع در کلاس های درس بتونه در واقع کمتر توجه کنه به بچه هایی که دارن مدرسه میرن و در این کلاس ها. خانم دواجی، خود مقامات هم حالا آمارشون درست یا غلط، درست دقیق یا دقیق نباشه، گفتن که مدارس بسیاری فرسوده هستن و برخی مدارس هم در واقع با گذشت تقریبا 2 ماه اینها هنوز معلم ندارن. فکر میکنین دولت مدارس رو به در واقع به حال خودشون رها کرده؟ ببینی خب الان همینطور که خودتون هم اشاره کردین، یکی مسئله آمارها هستش و در واقع اشتباه گفتن این آمارها و لاپوشانی کردن این آمارها یکی از مواردی هستش که باعث میشه توجه کافی به این مدارس نشه. از سوی دیگه داریم میبینیم که اتفاقات زیادی در طول این سالها برای بچه ها در این مدارس افتاده که یکی از نمونهایی که بعد بهش اشاره کرد مسئله مدرسه مثلا شیناباد هستش که بچه‌های زیادی، کودکان زیادی در اینجا سوختن. از طرف دیگه عدم توجه به مدارس، عدم توجه به در واقع امسازی کلاس ها که در واقع خیلی خیلی خطرساز هست برای این کودکان، اینها همه در واقع باز اضافه میکنه به مسئله مشکلات مدارس. خیلی حالا من نگاه میکردم اخبارو، خیلی از حالا خود خبرگزاری جمهوری اسلامی به این مسئله اذعان داشتن که اونطور که باید و شاید بودجه‌هایی که هست تخصص پیدا نمی‌کنه به مدارس. درصد بسیاری از بچه‌ها دچار چاقی شدن، معلمان دچار افسردگی شدن و خیلی از این بچه‌ها در واقع امکانات کافی برای ورزش کردن، برای حاضر شدن سر کلاس‌ها، خیلی از اینها رو این بچه ها ندارن. بنابراین من فکر میکنم که ببینه از چند طرف داره یه اتفاق میفته که جمهوری اسلامی در واقع توجه خودش رو به این بچه ها کم میکنه. و البته این فقط در شهرها نیست، مثلا اشاره شده بود به این که در واقع کلاس های این بچه ها بیشتر از حد معمول هست. یعنی مثلا الان شده کلاس های 40 نفری که این واقعا از سطح استاندارد کلاس های بچه ها باید حد اکثر 25 نفر باشه و اینها خیلی بیشتر از حد استاندارد هستش. و این فقط در مراکز شهرها نیست، شما اگر نگاه کنین در روستاها میبینید که خیلی از اینها کپرها هستن، خیلی از اینها هستن که در واقع مدارس سنگی هستن و اصلا هیچ امکانات گرمایشی یا هیچ چیز برای این کودکان ندارن. اگر دولت بیشتر از این بخواد، اگر دولت نخواد توجه کنه، متاسفانه این کودکان که تعدادشون هم داره زیاد میشه با خطرات بسیار مواجه خواهند شد و همطور که اشاره کردم امن نبودن در واقع کلاس های درس، این خیلی خطرساز هست هم برای معلم ها هم برای بچه ها و نبود سلامت روانی، سلامت بهداشتی و همه اینهایی که روی هم تاثیر میذاره. و به نظر من اگر دولت این بودجه رو تخصیص نده به این مدارس، خب ما باید منتظر اتفاقات بدتری هم باشیم. بله، ممنونم از شما آزاده دواجی، فعال حقوق بشر و زنان که از ملبورن همراه ما بودید.